در 2 سال و چند ماهی که طالبان در افغانستان به قدرت برگشتند، جمهوری اسلامی ایران رابطه چند پهلویی با آنها داشته است. برخی میگویند جمهوری اسلامی ایران دوست طالبان است، اما برخی دیگر میگویند نه، جمهوری اسلامی ایران با طالبان دوستی ندارد. اما واقعیت چیست؟ جمهوری اسلامی ایران دوست طالبان است یا دشمن آنها؟ با گفتگوی ویژه این هفته من تاج‌الدین سروش با محمد حسین جعفریان، روزنامه‌نگار ایرانی و کارشناس ارشد امور افغانستان خوش آمدید. جعفریان، سپاسگزارم از اینکه وقت دارن در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار دادن. بیاین مستقیم از رابطه جمهوری اسلامی با ایران، با طالبان بپرسم که در این 2 سال و چند ماهی که طالبان روی کار آمده، رابطه جمهوری اسلامی با طالبان چند بودی بوده و همیشه مورد شک و تردید بسیاری ها قرار گرفته؟ هر کی میپرسه که بالاخره جمهوری اسلامی با طالبان است یا با جبهه مقاومت، به نظر شما با کیست؟ به نام خدا پاسخ این سوال آسان نیست، یک کلمه ای نیست، باید موارد مختلف رو ببینیم. به شما واضحه که اگر که تمایلاتی هم به سمت طالبان وجود داره، این نگاه بیشتر دولتی هست، یعنی اون چیزی که در بین مردم هست خب بسیار متفاوته، بهتر از من میدونی. یک سرشماری هم کرده بود، اگرش نظرسنجی کرده بود، ایسنا بود اگر اشتباه نکنم، اونجا بیشتر از 90% مخالفت با طالبان بود. اما اینکه سیاست مبهم آشفته است در این تردیدی نیست. علتش هم اینه که در بدنه خود حاکمیت نسبت به نوع رفتار با طالبان اختلاف نظر هست. گروهی معتقدند طالبان فرصتند، عده‌ای معتقدند طالبان هزینه‌اند. اونهایی که معتقدند طالب هزینه است، خب اونا میگن که طالبا باعث شدن چندین میلیون مهاجر جدید اضافه بشه، این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد، عملا دارن اقوام خاصی رو از افغانستان اخراج میکنن که این برای ما یک ضرر هنگفت تمدنی داره. اینها که میان در ایران، میزان حجم مهاجری که هست دیگه تحملش ایران نداره. درست. بچه های خود ما در مدارس نمیدونم کپری و کانکس درس میخونن، اینا میان در حومه شهرها که حداقل مسائل آموزشی میگیرن، جای کارگر ایرانی رو میگیرن، سربازی نمیرن، مالیات نمیدن. اینا باعث همین کنش هایی شد که اخیرا در ایران دیدین، کشمکش هایی ایجاد شد. و ضمن این که خب میبینن طالبان دارن چه رفتاری با مردم میکنن، وحشت کردن از این رفتار. ابتدا که اینا اومدن، اینا هی نوید میدادن موافقین طالبان که اینا تغییر کردن. بعضی از نمایندگان مجلس یکیشون گفت اینا جنبش اصیل منطقه هستن، یکیشون گفت که رفتارشون با زنان تغییر کرده. بعد دیدیم تغییر کرده ولی خیلی وحشتناکتر شده. حالا مردم فهمیدن و خب بخشی مخالف. اونهایی که موافقن، معتقدن طالب فرصته، اونا چی میگن؟ اونا میگن که یک، اگر که ما با طالب تعامل نداشته باشیم، خب اونها بیشتر سبب میشن که این تعداد مهاجرین زیاد بشه و ایران از حیث پذیرش تعداد مهاجر به آستانه انفجار رسیده. ارقام بین 8 تا 12 میلیون میگن، خود وزارت کشور میگه بین 5 تا 6 میلیون، اما من معتقدم ارقام رسمی رو داریم، اونا که ثبت شدن، غیر قانونی ها رو اضافه بکنین به باور من از 8 میلیون میگذره عدد. درست. خب این یه مورد، اونا میگن این باید کنترل بشه و ما ناچاریم با هر کس که در افغانستان حاکمه تعامل داشته باشیم تا بتونیم اینو کنترل کنیم. مگه خب این تعامل فکر میکنین که از سر ناچاری است یا است که علاقات در داخل کسانی که طرفدار این رابطه است میخوان که این رابطه حفظ بشه؟ اونا مدعی ان از سر ناچاریه، ولی من تحلیل خودم میگم در ادامه. اونا میگن ما مجبوریم ارتباط رو داشته باشیم، یک به این دلیل. دو، اونا معتقدن تجارت ایران ناچار با همسایه‌هاشه، عراق، پاکستان، افغانستان. اگر افغانستان رو حذف کنیم 1-2 میلیارد تعامل رو در سال از دست میدیم، اونم در اوج تحریم‌ها و وضعیتی که داریم و این شدنی نیست. سه، اونا معتقدن ما یه مشکل امنیتی داریم الان در کجا؟ در شمال غرب ایران، تالار زنگزور. میگه ما اونجا درگیریم، انقریب یه هم ممکنه کشمکش نظامی پیش بیاد. در غرب ایران در منطقه کردستان درگیریم، اونا هی شیطنت میکنن آزار میدن. در جنوب شرق پاکستان هی داره جندولار رو تشویق میکنه، ما درگیریم. اگر این یکی هم اضافه بشه گرفتاری زیاد میشه. حالا غزه و اینا رو مثلا میذارم کنار. اونا معتقدند الان وقت کشمکش با طالب نیست، باید یک مقداری باهاشون تعامل داشته باشیم تا ببینیم به چه ایستگاه بعدی میرسیم. یک روایت بسیار غالب در داخل ایران وجود داشته همیشه که طالب یک پروژه آمریکایی است
ولی همزمان با این پروژه آمریکایی به حد گاه گاهی نزدیک میشن که بعضی ها راه را گم میکنن، میگن که این پروژه آمریکایی است یا ایرانی است. نه اشتباه میکنین، جو غالب اینه که این پروژه ضد آمریکایی است. اونا فکر میکردن طالب آمریکا رو شکست داد که اومدن پشت طالب. اونا فکر میکنن اینا ناتو رو شکست دادن. شما صحبت خالد مشعل نشنیدی؟ گفت اگه طالب توانست ناتو و آمریکا رو شکست بده، ما هم میتونیم اسرائیل رو شکست بدیم. این وهمو کی ایجاد کرده در ذهن دنیا؟ ما ایجاد کردیم. طالب مدعیه که آمریکا و دنیا رو شکست داده، حالا همون آمریکایی که اینا شکست دادن داریم ما 40 میلیون دلار پول میده که اینا از هم نپاشد. من معتقدم تهران فریب خورد در این زمینه. کدام آمریکا رو اینا شکست دادن؟ اما در ادامه یعنی شکست ندادن آمریکا رو. بخیر تو جمله رهبری من نشنیدی، ایشان گفت قدرت رو تحویل، این معنی داره لغت تحویل. در ادامه یک نکته دیگه مون، برای اونایی که موافقن باید تعامل باشه. نکته دیگه که مون، اونا معتقدن آقا مخالفین انسجام ندارن، ما طالب رو نمیخوایم، قبول، بریم به کی کمک بکنیم. 50 آدم مدعی هستن، جبهه آزادگان از آزادی از سپاه فلان از آقای اون جنرالی که سادات اون یه چیزی رو انداخته، اینا میگن شما خودتون اینقدر متفرقین، مثل قبل نیست. تهران یک آدم بود، احمد شاه مسعود، میگرفت امکاناتو، پاسخگو هم بود. الان نیست اینطوری. اونا میگن اینها متفرقن، لذا نمیتونه ما پشت سر کسی بیستیم. حالا خو احمد است، شما نزدیک هم هستین با آقای احمد مسعود، رابطه هم داره با بله. چرا سر بالا احمد اعتماد نمیکنه؟ شما معتقدین احمد ظرفیت عامر صاحبو داره و امکاناتش؟ نه شخص احمد ها، منظورم جبهه مقاومت فعلیه. خب اینا خوردن، هنوز یک ولسوالی در اختیارشون نیست. درست، یک جایی باشه که یعنی شما معتقدین که اگر جبهه مقاومت و نیروهای ضد طالبان این توانمندی را پیدا بکنه که در مقابل طالب بیسته، ایران حمایتشان میکنه؟ من معتقدم ایران تغییر موضع میده. درست. آیا ایران طالبان را به عنوان تهدید یا دشمن برای امنیت ملیش میدانه؟ این که اینو اظهار بکنه نه، ولی میدانه. به سبب چی؟ شما تو همین فاصله دیدید که با وجودی که ایران این همه به اینها محبت کرد، کلی همینطور که میگین انقدر این کمک بالا رفت که بعضیا متوهمن که این پروژه ایرانیه. اما طالب چی کرد؟ حمله کرد به کنسولگری ما در اونجا، اگرچه که اخباری که در اینجا دریسو منتشر کردن گفتن یک گروه از زنان انجیوی هستن که وابسته به انگلستانن، اینا رفتن به کنسولگری ما در هرات حمله کردن. حالا ما عکس داریم که طرف طالب ایستاده میزنه تمام دیوار کنسولگری سوراخ سوراخ کرده، در آتش زدن، همه نیروهای طالبانن، تصاویر هست. اگر اون روز آقای سروش یک به موقع ارتباطات ایجاد نمیشد، یک فاجعه مثل مزار شریف اتفاق میافتاد. اینا اگر از دیوار وارد کنسولگری ما تو هرات میشدن، بچهای ما رو قتل عام میکردن، کار خلاص. ولی در سالهای گذشته هم جمهوری اسلامی کمک زیادی کرد تا طالبا، حکومت اشرف غنی رئیس قطب، تا گزارش های متعددی منتشر شد که از مناطق مرزی اینا، حتی شما در جریان هستین ولایت نیمروز هم مرز با افغانستان اولین بار سقوط کرد، اینم شما تایید میکنین؟ نه نه، ببین این منصفانه نیست. به عنوان یه آدمی که مستقلم همه اینا رو میدونم، تهران با طالبان تعامل داشت، مرتبط بود، یک مثل همین شورای میرانشاه و شورای کراچی و شورای کویتی که بود، یک شورای مشهد هم بود. اما این تعامل هیچ وقت به تمویل نرسید. شما ببینید در دنیای زندگی میکنید، شب تو اتاق خواب سرفه میکنید، صبح عکسش در میاد. اگر کوچکترین اتفاقی در این زمینه افتاده بود، یک خبری، یک فیلمی، همینطور که پاکستان در اومد، 10 جای دیگه در اومد، ولی تعامل داشتن. با کدوم جناح که احتمالاً سال بعدی شماست، کدوم بخشای طالبا با ایران مرتبطه؟ اونا با طالبای هلمندی ارتباط گرفتن، آقای صدر ابراهیم رو تقویت کردن، در میدان آقای ملاقیوم زاکر رو مدد رسوندن بهش. در بین بقیه طالبان چهره هایی بودن مثل ملا مزمل که اصلا طالب ایرانی بهش میگفتن. تهران امیدوار بود که با این همکاری و همراهی بتونه وقتی اینا اگر به قدرت رسیدن در کابینه یک نفوذی چند تا نفری باشن. درست. و عاقلانه هم بود، تخم مرغاشو در یک سبد نذاشت. اما ما کم به دولت غنی و به آقای کرزی کمک نکردیم، ما متهم بودیم که در چمدون پول میدیم به کرزی. نزدیکترین افراد جمهوری اسلامی در داخل طالبان کیا هستند به نظرتان؟ نامایی که بردن، یعنی همین آقای سید ابراهیم. آیا با خود شخص ملا عبت الله هم رابطه دارن؟ اگر دارن من اطلاع ندارم لاغر. اصلا من فکر نمی‌کنم ملا عبت الله شخصیت واقعی داشته باشه. شما میدونید یکی از معدود خبرنگارهای دنیا که ملا عمر دیدم، من هستم، 6 نفریم دیگه. اینقدری که در مورد ملا عمر محدودیت بود که اینطوری که دنیا فکر می‌کرد این شخصیت خیالیه، 100 برابر اون در مورد این آقاست که یه جوری ملا غیبت الله میگن. اصلا معلوم نیست کیه، چیه، شوراست واقعا، آدم
حساب کتابی نداره. لذا من در این باره اطلاعاتی ندارم، اما آقای مزمن بود در حال مرتبط بودن. آقای جعفریان، کی کلید سفارت افغانستان در تهران به دست طالبان داد؟ من فکر میکنم اونجا یک معامله شد. خیلی ها فکر میکنن که این موضوع خیلی پیچیده است و مثلا ایران یک، شما اگر در جریان باشین، آقای دکتر بهادر امینیان که هر کجا هست خدایا به سلامت دارش، مرد بسیار شریف محترمی هست و آگاه، یک صوتی از ایشان برآمد که داره صحبت میکنه و طالبان رو به مغول‌ها تشبیه میکنه، میگه اینها در فرهنگ و ادبیات ما شبیه مغول‌ها هضم خواهد شد. شما یک کوچولو تک مضراب بزنم، میدونین دیگه، مغول‌ها اینجا رو گرفتن، ولی بعد الان امام شعر فارسی بیدل دهلویه که مغول خودش، ما اینا رو فارس کردیم اصلا. ایشان معتقد بود در مورد طالبان این اتفاق میفته. درست. این صدا برآمد. خب این آدم سفیر توی کابل نزد طالبان، این خیلی مشکل ایجاد کرد. اونها گفتن این باید بره. درست. خب آقای سفیر بره، سفیر بعدی طالبان گفتن این باید بره. بله. خب سفیر جدیدی که بیاد، شما دولت رو به رسمیت نمی‌شناسی، استوارنامه رو به کی می‌خوای بدی؟ خلاص اونا میگن آقا ما رو به رسمیت بشناس تا سفیر تو بپذیریم. خب نمی‌شناس، نمیده. اینجا به نظر میاد معامله شد. اونا گفت خیلی خوب، سفیر بعدی شما رو می‌پذیریم، شما هم یک سفیر بپذیرید. آقای قمی رفت، این آقا آمد در تهران. ضمن اینکه یک نکته یادتون نره، سفارت رو تهران به طالبان نداد، برادرای مقاومت دادن. چرا؟ موقعی که طالب تلاش میکرد سفارت رو بگیره و تهران به خود سفارت واگذار کرد که هرچی میکنین بکنین، طالب پیام داد به سفارت در تهران، آقای فلانی نام نمیبرم، شما که هستی همی خودت باش، سفیر ما باش. چیکار پس؟ کدام کس بود؟ یک خشاونده با امیر صاحب اسماعیل خان داره. گفت همی خودت باش. اونا مردد بودن که چه بکنن، با تهران مشورت کردن و گفتن کار خودتون هر کن. خب اون نفر گفت خب ما اصلا دیگه همینجا هستم، پیسرم میگیریم و همینجا جور هستا. خب پذیرو. خب دو سال بود تو رو که گذاشت، کدام کس همون کس تو رو پس میکنه؟ خب ولی تصمیم نهایت، در نهایت تصمیم کشور میزبان است که به کی بوده سفارت. نه ببینید، یک بخشش تصمیم کشور میزبانه، نه همش. اگر اونا نمیپذیرفتن، تهران میتونست در ادامه بگه آقا اینو شما نذاشتین برداری، خودتون تصمیم بگیرید. قادر به این بود که نپذیرد که اینا بروند لااقل. درست. اما وقتی که خودت با کابل میبندی، تو رو منصوب میکنه به عنوان نماینده خودش کابل، خب بعدم برات میداره. اون موقعی که نماینده شدی موافق بودی. درست. حالا که برات میداره مخالف شدی، بیانیه میدی، این مسئله رو هیچکی نگفته. الان من دارم برای شما میگم. درست. آقای جعفریان، شما پیشتر یادآور شدین که با ملا عمر هم دیدین، دیدار داشتین و یک از افرادی هستین که با افغانستان از نزدیک کار کردین و بسیار شناخت دقیق از افغانستان دارین. من میخوام بپرسم که حالا چطور، آیا رابطه‌ای با طالبان دارین شما؟ در کابل رفت آمد دارین یا با عضوی طالبان دیداری داشتین؟ رفت آمدی به کابل نداشتم. شما بهتر میدونین، عجیب این سوالو میکنین. بعد از لایوایی که ما شروع کردیم، حتی بر کاغذ در خانه من انداختن که بچه ای تو رو میدوزیم. حتی خبر به من رسید در مذاکراتی که بوده از طرف دیگه خواسته میشده که این صدا رو خاموش کنین در مشهد. این کی است؟ در کابل معروف شده بود لایو ما به تلویزیون کافرا. آخرین باری که طالبان رو دیدین چه وقت بود؟ دیدم خیلی سال پیش. قبل نه، نزدیکا نبود. نبود، ولی ارتباط تماس با بعضیاشون داشتم همین رو میگفتم. اونجا یک سری ارتباطات ایجاد شد، رفیق شدیم با بعضیاشون، خیلی خوب شد این سوالو کردیم. من تهران که اومدم 1373 گفتم آقا اینا هم یک طرفن، اینا هم آدمن، یه بخشی از حاکمیت رو بدین به اینا، گپ خلاص کنید. یک مجله بود، مجله پنجره، روجل تمی گپ منو زد. البته اونا تعبیر کرده بودن طالبان خوب و طالبان بد، من این حرفو نزده بودم، ولی گفته بودم بخشی از اینا قابل گفتگو هست. همه منو طالب تروریسته، تو میگی ما با طالب گفتگو کنیم، پدر من تو ایران در آوردن، حالا اومدن از اون برای پشت بام افتادن. باز میگیم آقا اینا هم هستن، اینا هم هستن، این طرف هم مخالفان طالبان هم آدم حساب بکنیم. چقدر مخالفین طالبان میتونن که برای طالبان چالش ایجاد بکنن با توجه به اینکه شناخت دقیق از دوره مقاومت اول شما دارین؟ حقیقت اینه که بحث مهاجرین که الان در پاکستان داره اتفاق میفته، این بحث سیاه‌چال امنیتی مشکلات عجیبی رو ایجاد خواهد کرد. بحث مهاجرین در ایران یه سیاه‌چال امنیتی، خدای نکرده اگه جامعه میزبان و میهمان کشمکش بینشون ایجاد بشه، فقط خدا میدونه میشه چی کار کرد. همین یه ذره ای که ایجاد شد، اون چیزایی که از قزوین برآمد، اینا دیدید دیگه. بله. تا به حال خب شکر خدا کنترل شد. مسئله آب
یه چالش امنیتی شگفته. از کانال قوشتپه بگیرین، فقط هم برای ایران نیست، خیلی ها فکر میکنن ما منتظر آب هستیم و طالب فقط داره این بلا رو سر ما میاره. برای پاکستان هم شروع کردن، سد لوگر رو شنیدین، آقای نظیف کی اون معاونت شیعه هم هست، بله، رفته افتتاح کرده کانال قوشتپه. اگر شروع بکنن کشورهای آسیای مرکزی، ترکمنستان، ازبکستان، خیلی گرفتاری پیدا میکنن. ضمن اینکه یک چالش جمعیتی هم اونجا به وجود میاد، دارن پشتونای جنوب خط دیورند رو میارن در اطراف کانال قوشتپه مستقر میکنن. مسئله زنان یه چالش خودش، اینا همه رو در بحث کانال ها خب بگن حق خود ماست، حق ما از کانال وابسته به است که عقابه افغانستان چند درصد حق دارن و دور بتیم و استفاده بکنیم، چی قوشتپه باشه، چی کنر باشه، چی هم هرمن باشه. نه الان عرض میکنم، گپ دقیقا درسته. اگر والد اون کانال بحث کانال قوشتپه بشیم، براتون میگم چرا این منصفانه نیست این موضع و طالبان دروغ میگن. هدف گذاری دیگریه، کی داره سرمایه گذاری میکنه تو این بیپولی مطلق که اینا دارن سلاحاشون رو میفروشن برای که زندگی بکنن به چیز خودشون. خبر شد این وقت قضیه سلاح در مکزیک و در آسیای مرکزی اینا پیدا در امریکای جنوبی اینا پیدا شده، همین سلاحی که تعویض طالب شده، اخبار تایید نشده از سوی منابع معتبر. به هر حال نشریاتی که معمولا بدون سند چیزی منتشر نمی‌کنن، اینا منتشر کردن، تایید کردن. حالا اشاره منظورم این بود که در اوج دری که با هم اشتراک نظر دارین، اینا الان در اوج بیپولی هستند. چرا براشون کانال قوشتپه مهمه؟ چون یه چالش امنیتیه، یک اتفاقی در اونجا میفته. من این نگفتم که اینا حق دارن یا ندارن، بحث اینه که این یک چالش امنیتیه. اما به نظر من آقای سروش بیایید صادق باشی، مهمترین چالش امنیتی در افغانستان موافقتنامه قطر است، دوره است. در این موافقتنامه آمده است یک طرف که ایالات متحده این فلان است و طرف دیگر که امارت اسلامی افغانستان خوانده می شود، که در ادامه تهش گفته که البته ما قبول نداریم. آقا شما چیکاره این با اینا قرارداد امضا بکنید؟ تو چیکاره اومدی به عنوان یک طرف ملت افغانستان و کشور افغانستان سند میزنه میدی تحویل طالب؟ بندهای اونجا هست که شاید اطلاع داشتین شاید نداشته باشین، من اینجا بگم حیرت میکنین شما. هنوز دولت آقای غنی سر کارتون بیانیه اومده که امارت اسلامی تعهد میکنه به مخالفین امریکا ویزا نده. مگه شما داری با دولت قرارداد میبندی که همچین بندی میذاری؟ رسما به امریکایی‌ها فروختن افغانستان رو در اون موافقتنامه. تا اون موافقتنامه هست آقای سروش هیچ چیز درست نمیشه. ضمن اینکه طالب به همون موافقتنامه هم پایبند نیست. بزرگترین چالش اینه. اما کسی جرأت نمیکنه بگه. یعنی به هر حال سمینار برگزار میکنن، یه بخشی پولش امریکا میده. شما بری اونجا بگی آقا اینا بدون اجازه مردم افغانستان سند زدن، دادن تحویل طرف دیگه. اصلا کی عبارت رو تایید کرد؟ این اجازه رو نداشته امریکا. ولی این کارو کرده، هیچ کس هم خبر نشده. اگر اون لغو بشه، یک موافقتنامه جدید درست بشه و طرف‌های دیگه شاملش بشن، نظرات گرفته بشه، کل مشکل حل میشه. ولی تا وقتی اون هست، یه زورم بالاست که داره هم موافقت رو پیش میبره، ضمن اینکه طالب هم مرتب از بخشی از بنداش فرار میکنه، اجرا نمیکنه. این پیسه‌ای که دارن میدن، پولی که دارن میدن، هفته‌ای بین 40 تا 60 میلیون دلار به طالب، برای که از هم نپاشه امریکایی‌ها میدن به اسم کمک بشر دوستانه. همین پولیه که در دوحه موافقت شده، این کمک بشر دوستانه شما بهتر از من میدونید. پس حرف شما اینه که طالب پروژه آمریکایی است و فکر میکنیم که شما با احمد مسعود هم رابطه نزدیک دارین. آیا فکر میکنین که کشورهای غربی به احمد مسعود کمک کنه، یا فکر میکنین که احمد مسعود وابسته شده به کشورهای منطقه؟ اروپا خیلی محتاط داره نزدیک میشه به ماجرا. کشورهای منطقه خیلی دلشونه، اما اختلاف نظر با هم دارن و تا وقتی همسایه ها با هم متحد نشن که آقا طالب یا هزینه است یا فرصته، من نمیگم کدام ها، اینا باید به نتیجه برسن. اگر برسن فرصته، بازم به نظر من مشکل تا حد زیادی حل میشه، اگرچه که اون چیزی که من میخوام نمیشه، زنها مشکلاتشون رو دارن، مسائل مختلف هست. اما تا وقت اگر این نشه، تهران فکر کنه فرصته، ازبکستان فکر کنه فرصته، تاجیکستان فکر کنه هزینه است، این کشمکش ادامه داره. الان شما مواضع رو ببینید، موضع ازبکستان مقایسه بکنید با موضع تاجیکستان چقدر متفاوته. این تفاوت و اختلاف و کشمکش به داخل جبهه مقاومت حتی به طالبا اینا نفوذ میکنه و وضعیت فعلی رو آشفته میکنه. فکر میکنین نشست مسکو و نشستی که در اینجا برگزار شد در تاجیکستان، چقدر این تفسیری که شما داشتین به اون تفسیر فرصت یا هزینه، به هزینه یزید بودن طالب نزدیکتر میکنه
شرایط کشورهای منطقه را. متوجه شدم، داره به این موضوع نزدیک میشه، چون تا قبل از این شما یادتون هست وقتی جمهوری اسلامی به کدام یک از دو موضوع نزدیک است؟ جمهوری اسلامی آونگه، در منتظره که ببینه چه بکنه. ببینید تا به حال جمهوری اسلامی تصورشی بود که اینا فرصتن، یا لااقل اینطور میگفت، و خب خیلی هم کمک کرد و همراهی کرد و پیسه داد و نمیدونم رفتن و آمدن. اما یک اتفاقاتی داره در افغانستان میفته که این تردید رو ایجاد میکنه. اینا اعلام نمیکنن ولی ما که خبر داریم دیگه. مثلا خیلی خوب شده اینو یاد من آورد، سه تا استان شما با ما هم مرز، استان هرات، روبروش استان خراسان رضوی، شهر مشهد. در هرات همه کاره مسئول امنیتی طالبا کسی هست به نام مولوی توحیدی، ایرانی، بلوچ، جدایی طلب، دست راست آقای ریگی. استان فراه روبروی استان خراسان جنوبی، فراه مقابل بیرجند، همه کاره استان فراه در امور امنیت جناب آقای قاری زیایی، ایرانی، بلوچ، از قماندانای آقای ریگی، جدایی طلب. استان نیمروز، شهر زرنج، مقابل استان سیستان بلوچستان ما و شهر زابل، همین بلایی که دارن سر آب میاره. همه کاره مسئول امنیت جناب آقای عبدالمالک ملازاده، دست چپ آقای ریگی، بلوچ، جدایی طلب، ایرانی. چرا باید مسئول امنیت در سه تا مرز طالب ایرانی بگذاره؟ در مورد آب اینا ببخشن، اینا تابعیت ایران دارن، از فردایی که ولی مسئولان امنیتی سه ولایت مرزی افغانستان هستن. درست، بله. جالبه این مسئله آب که شما میبینید به سرانجام نمیرسه. در کابل میشینن با هم امضا میکنن آقا آب بره، و در زابل مردم گوسفند میکشن این آب آمد و فلان. و حتی مسئولین جمهوری اسلامی اینقدر مطمئن بودن اعلام کردن آب داره میاد. فصل که فصل بارندگی، دهقان افغان به آب نیاز نداره، سد کمالخان داره میشکنه از بس که آب اضافه پشتش تلمبار شده، از حیث فنی باید آب تخلیه بشه. اینا هم امضا میکنن همین آب اضافی رو بدیم بره ایران، خلاص 860 میلیون متر مکعب خلاص. اما در منطقه چه اتفاقی میفته؟ خب دریچه رو باز کنید، باز میکنن، آب کجا میره؟ میره در لاشجوین، در گود زره، جایی که 300 سال آب ندیده، وسط کویر 200 متر عمق آب رو میریزن توی کویر و یک قطره شو به ایرانی ها نمیدن. چرا؟ چون حاکمیت جزیره ایه، اون چیزی که کابل میگه در مرز اجراش نمیکنه. اون آدمی که اینجا هست دنبال تقابله. احساس کردی اینایی که در مرز هستن چقدر سعی میکنن یک کشمکش درگیری های مرزی هم چند بار صورت چند بار از اون طرف مرز با کارابین با تفنگ دوربیندار زده مرزبان این طرف شهید کرد. ایران چه خبر میده؟ قاچاقچی ها شرور ها زدن طالب داره میزنه. این چند بار هم اتفاق افتاد. این وضعیت رو کم کم تهران داره به این نتیجه میرسه باید تجدید نظر بکنه. آخرین کاری که کردن چی بود؟ یه هیئت طلب کردن. آقای ملا برادر آمد تهران و مشهد و گفتن هیئت اقتصادی، ولی به هر حال هر دو نظر رو داد. به نظر من با اینا اتمام حجت کردن. آقا تکلیفتون معلوم بکنید. اگر همراهی میخواهید شما هم رفتارتون درست کنید. اگر نه ممکنه به نظر من ایران موضعش رو تغییر بده در آستانه تصمیم گیریه. یا مثل به قول آقای قمی اینا برادریشون رو ثابت خواهند کرد، برادر خواهند شد، یا اینکه ایران کم کم مثل روسیه دور میشه. درست 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 درست. حالا شما از کجا شنیدین که اینو؟ ژورنالیستین دیگه، از این خبر رو زیاد دست دارید. با ما منابع میرسانه بر صورتش. آقای جعفریان شما فکر میکنین که جبهه مقاومت که حالا آقای احمد مسعود رهبرش است میتونه که در مقابل طالبان بیسته؟ در این دو سال که ثابت کرده که هنوز به اون شکلی که باید و شاید باشه و مردم انتظارش داشته باشه، انتظارات مردم پورا نکرده. تایید میکنم حرفتون درست، انتظارات مردم رو به قول شما پورا نکرده یا انتظارات کامل برآورده نکرده به تعبیر ایرانی ها. اما ببینید آقای سروش، بیاید باز دوباره صادق باشیم با هم. اینا همین گپی هم که دوستان ایرانی میزنن، میگن آقا ما طالب رو بذاریم کنار بیایم این طرف، کی میخواد ما طرف ما باشه؟ بیایید همین نهادهایی که هستن و دارن کار میکنن مقایسه بکنیم با جبهه مقاومت. کدام از اینها تشکیلات جدیتر، منظمتر، محبوبتر از جبهه ملی مقاومت افغانستان داره؟ حرف شما تمامه. من نمیگم اینها همون مدینه فاضله هستن که باید باشن، اما در شرایط موجود تعبیر دقیق اگر بخوایم بکنیم خیر الموجودین آقای احمد مسعوده، چون یک حمایت حد اقلی رو
حد اقلی به این واژه دقت کن، در بین تمام اقشار مردم داره، نمیگم حد اکثری، اما همونو داره. من حتی معتقدم شاید خیلی از چهره های قبلی افغانستان که خیلی محبوب هستن به این درجه نرسیدن که هم طرفدار ازبک داشته باشن و هم مسئله اقوام میدونین در افغانستان خیلی جدیه، هم در همه اقوام یک طرفدار حداقلی داشته باشن. این اتفاق در مورد مقاومت افتاده. نکته دیگه این که اینا توانایی خودشون رو ثابت کردن. درست. یعنی شما ببینید اون مستندی که از آقای خیرخواه پخش شد در بی بی سی، اینا مدعی بودن این مقاومت زیر کمبل است و چی بود، اینا تشکیلات دارن فقط به اندازه‌ای که لازمه به دنیا خبر نمیدن. درست. اگر اینجوری تمام کنم، اگر بناس ما قدرتی رو در مقابل طالبان به رسمیت بشناسیم و بهش مدد برسونیم از سوی قدرت‌های جهانی، من معتقدم منظم‌ترین و تواناترین اون قدرت‌ها جبهه مقاومت ملی افغانستان، اگرچه که ضعف‌هایی هم داره ولی داشت تا هنوز نتونسته که این ضعف‌هاش، از جمله ضعف‌هاش اینه که تا هنوز نتونسته که رهبرا، هرچند گفتن اقوام مختلف با خود داره ولی رهبرا رو با خود نداره. نه اقوام مختلف با خود نداره. حداقلی یعنی ایشون طرفدار پشتون هم انبوهی داره ازبک، ولی نه اینکه اکثریت پشتون اینطوری، ولی رهبرا رو هیچ کس با خود حداقل اقتدار زیادشون رو با خود نداره. اون طبیعیه، این رهبرا کی کنار هم جمع شدن که حالا دور احمد مسعود جمع بشن، با خودشون تو سر کله هم میزدن سوال. این موضوع طبیعیه، در زمان خودش حل خواهد شد. سپاسگزارم از شما آقای جعفریان از حضورتان در برنامه.